درود و روزتان شاد گفتگوی سرنوشت را به گونه زنده از بیننده هستید روند صلح افغانستان و چشمانداز حضور طالبان گفتگوهای طالبان و آمریکا به بنبست رسیده است در پیرامون دور چهارم سفرهای ظلمه خلیلزاد به منطقه و دیدارهایش با طالبان و دیگر طرفها اکنون روند گفتگوهای ایالات متحده ای آمریکا با طالبان به بنبست رسیده است منابع در میان طالبان به رسانه‌ها گفتند که آمریکا از تعهدات پیشینش عقب نشینی کرده است و آقای خلیلزاد نماینده ویژه این کشور روی آنچه در نشست ابوظبی متحد شده بود مایل به بحث با طالبان نیست از جمله خروج نیروهای آمریکا از افغانستان این در حالی است که دیدار دیروز نظامیان پاکستانی و سران طالبان در شهر پشاور نیز با تشنج گراییده و منجر به با بازداشت یک وزیر پیشین طالبان توسط نظامیان پاکستان شده است من ذریر هستم و این موضوع را با کاوش میگیرم با حضور آقایان پادشاه بینا کنشگر سیاسی و همچنان بسم الله رنجبرد آگاه رابط بین الملل بسیار خوش آمدید تشکر آرنج بر بمبست گفتگوی آمریکا و طالبان پس از چند پولا در این شرایط نشانگر چی است به نام خدا سلام خدمت شما آقای بینا و بیننده خوب تلویزیون نور ما فکر میکنم از اولش هم پیدا بود که مسئله خروج آمریکایی اصلا یک بحث منطقی نیست که طالبان دل خوش بکنن که آمریکایی مبتنی بر خواست طالبان بیاید افغانستان را ترک بکنند و مسئله خروج آمریکا به صورت حتمی و قطعی مطرح بحث باشد خب حالا وقتی گمانزنی های صورت گرفت که توافقات مبنی بر خروج آمریکا هم بالاخره اکثر توافقاتی به دست آمده من فکر میکنم اون نشانگری این بود که یعنی به اگه نحوی میخواستن او توافقات اصلی را برسانه ها درز نکنن یعنی درز نکنه برسانه ها ولی حالا ای که یعنی ممکن بود توافقات شده بودند خب ممکن توافقات صورت گرفته باشه توافقات مبنی بر خروج تدریجی حالا خروج تدریجی هم زمانش مشکل نبود تقویم خروج از جمله بله بله ولی حالا این که طالبان به گفته شما هر چند زیاد تحقیق کردم که بالاخره منبع پیدا بکنم که امی صحبت را تایید بکنه حالا چون به دلیل زیقی وقت نتونستم که من به درستش را پیدا بکنیم که طالبان حالا چه کسی از آدرس طالبان آمده چون این چیز را مطرح کردن حالا من فکر میکنم این که در رابطه با مشخصا سوال شما که چطور طالبان چون این چیز را مطرح کردن من فکر میکنم این نشانگری از است که طالبان حالا یک گروه یک دست نیستن و از آدرس های مختلف اینا تحریک میشن و از آدرس های مختلف اینا تمیل و تچیز میشن بنابراین این چون... آدرس ها شامل رقبای آمریکا هم میشن دقیقا این بیشترینه این حرف طالبان سرمنشه بر برمیگرده به ماسکا و تهران به دلیلی که حالا این دو آدرس بیشترینه موانع را فراراه گفتگوهای های که از آدرس حکومت افغانستان و یالاخت بتید امریکا براه انداخته شده یعنی ای تلاش ها از این دو آدرس بیشتر به خاطر بمونه طالبان به نظر شما چیست در چنین شرایط طالبان اگر بخواهند گفتگو کنند بر سر چی گفتگو میکنند فکر میکنم حالا طالبان او دیدگاهی که در 17 سال قبل داشت او دیدگاه در حال حاضر ندارند او بیشتر شاهنمایی است که مراتون از بود ایدئولوژی دیدگاهشان بود حتی از بود ایدئولوژیک بله آها. بیشتر نه طالبان فکر میکنم نوع نگاهشان تغییر کرده اما که نوع نگاه مجاهدین افغانستان که پس از اینکه به کابل آمدن تغییر کردن حالا هم من فکر میکنم دغدغه اصلی طالبان شریک شدن در قدرت هست و بیشتر نه چانه هم آه، آه. کسب امتیاز بیشتر هست در دایره قدرت سیاسی و خروج خط قرمزشان نیست من فکر میکنم اصلا حالا یک دغدغه اصلی طالبان نیست که ایالات متحده آمریکا حالا از افغانستان خروج شدن و اونا دنبال به اصطلاح آمیانش دنبال یک بینی خمیری هست که عمو که آقای حکمتیار مثلا خروج را یک وقتی مصاحبه کرده بود که تا زمان که آخرین سرباز آمریکا هم از افغانستان خارج نشه ما هیچگاه نمیتونیم نمی که به کابل بیایم و این وادار و مذاکره با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا شدم در حال حاضر ما فکر میکنم عین قضیه هم طالبان هم این خزیر رو دنبال بکنند <applause> بیشترین یعنی دغدغه اصلی طالبان آه در مذاکرات صلح چگونگی شریک شدن در قدرت هست نه اینکه خروج آمریکایی ها من فکر میکنیم حالا هم اگر به اون بس کشانیده شده باشه مذاکرات صلح بس اصلی یعنی همو به تفاهم نرسیدن روی اصل قضیه شریک قدرت هست به چه میزان طالبان مثلا بیا شریک قدرت شون که ها در قدرت باشن و اونا اونا میخوان مشارکت کنن یا قدرت به اونا واگذار شوه مشارکت حالا؟ آمریکا آمریکا در 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 چه سطحی حاضر به امتیازی و طالبان هست؟ ما فکر میکنم به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا پدیده به نام طالبان نصر رای خودشان بردارن حاضر هست حتی 50 درصد قدرت هم به اونا واگذار بکنه البته برداشت شخصی خودم هست که هرچند درست نیست که آدم اینجا فیصدی را بکنه زیاد منطقی نیست ولی باور من این است که این ایالات متحده آمریکا به ای برداشتن این پدیده اثر رای خودش و کنار آمدن با این گروه و به اگر نحو دست رقبای مثل روسیه و ایران رو کوتاه کردن برای کوتاه کردن دست این رقبا حاضر هست که یک بخش قابل ملاحظه قدرت رو به اونا واگذار بکنه و اونا رو شریک قدرت بسازن طالبان از چه زمانی به پدیده ای در ذهن شما تبدیل شدن که فراراه آمریکاست و باید برداشت برداشته شود از زمان تماساشان با رقبا دقیقا یعنی حالا طالبان نمیشه که به چند گروه تقسیم بکنیم یک گروهی که یک گروه عمده و قابل ملاحظه که با پاکستان ها سر و کار دارن حالا با توجه به اینکه نشانه های دیده میشه که حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا به تفاهماتی بالاخره با پاکستان رسیده او بخشی طالبانی که با اسلام آباد تماس دارن و فکر میکنم اونا او یک دغدغه اصلی و یک مانع اصلی برای ایالات متحده آمریکا نیست در حال حاضر او بخشی از طالبانی که بالاخره با مسکو و تهران به تماس هستن ما فکر میکنیم حالا مانع اصلی هم اونا هستن <applause> و با توجه به اینکه اونا هم بالاخره یک گوشه چشمی به تهران و مسکو دارن و آنچه که اونا میخواهند اینا بیان مطرح میکنن من فکر کنم او خواسته هایی را که تهران دنبال میکنه و او خواسته هایی را که مسکو دنبال میکنه در حال حاضر توسط آمریکا و حکومت افغانستان برآورده نشده درست بنابر همین مسئله هست که اینا میاین چنین مطرح آمریکا وقتی میخواهد طالبان را سر راهش برداره واقعا به این نتیجه رسیده که تنها گزینه گزینه سیاسی هست بعد دیگر نمیشه با گزینه نظامی طالبان را برداشت سر راه من فکر میکنم حالا یک مقدمه برای شروع برنامه اصلی و مو استراتژی اصلی ایالات متحده آمریکا هست آها. حالا من فکر میکنم آمریکایی ها فکر میکنن که چی نیازه که حالا بیاین انرژی خود را صرف جنگیدن با طالبان بکنن طالبانی که حالا ورنه اگر بخواهند میتوانند بله یعنی نیازی نمی ها که حالا انرژی اصلی خودشان را صرف مبارزه با طالبان بکنن طالبانی که قرار است که بخشی یعنی بدنه اصلی طالبان اونایی که نقش عملیاتی در جنگ افغانستان دارن اونا بخش اصلی برنامه های آینده و کلان و استراتژیک ایالات متحده در افغانستان هست که قرار است او در یک جغرافیای کلانتر و وسیع‌تر عملی شود حالا وقتی این بخشی از طالبان که برنامه اصلی آمریکا را هم در آینده ها تشکیل خواهند داد میان بلاخره به یک نحوی اطاعت امر میکنن از تهران و مسکو این یک تبدیل میشه به یک دردسر برای امریکای ها <applause> بنابراین من فکر میکنم نهایت تلاش امریکا برای ای هست که این دردسر اصلی رو هم بلخره سر رای خودشان بردارن تا ای که با فکر و خیال راحت میتونن که برنامه های اصلی و خودشان را ترهریزی بکنن سپاس کزارتان آقای بنا دیدی شما به تلاش های حالا زیر نام تأمینی صلح در افغانستان با طالبان چیست؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما جناب رنگ برسای و تمام ملت افغانستان ببینین بی مردم افغانستان در نفس سال موافق است هیچ کسی نیست که از واژه صلح بدش بیاید همه دوست دارند و تم خوشبختی انسان ها در, در فضای سال هست اما با ماهیت صلح ما که از جمله در, در کنار مردم افغانستان هستیم با این ماهیتش یا با چیستی صلح موافق به خاطری نیستند که حالا میبینیم که سه تا کار بسیار کلان و کمر شکن در یک حالت آمده که یکیش موضوع پا انتخابات پارلمانی انتخابات ریاست جمهوری است و موضوع صلح است که هر سه کار کار ملی است و این کشور هم آنقدر کشور ضعیف و ناکاره است که از عده انجام یک کار هم بر آمده نمیتونه ولی امروز سه تا کار بسیار بزرگ سر شانه از این مانده شده ما از قسمت یکی کسایی که فعلا گرداننده از این دستگاه دولت هست در قسمت گپی نداریم چرا یار ناتوانتر از این یافتیم که این کار فعلا اونا کاری را انجام بتن اما در قسمت طالبا گفته میتونیم که ای کاش ما یک دشمن مرد می داشتیم که ما و شما امروز من حیث شهروندای از این کشور بحث میکنیم و او بحث هم برای ما پر کیفیت می بود بحث ما سر کسی است که امروز وسیله ای است در اختیار تمام کشورهای خارجی خود طالبا و وسیله و ابزار هستند قطعا اونها نه دیدگاه دارند نه دورنما دارند نه هدف دارند نه مقصد دارند فقط مانا ج... مثل جسم بی جسد واری هر کس از اونها من نیس یک وسیله استفاده کرده و این مادر مشترک ما را توسط از اینا اذیت از و آزار می لسه. نجات افغانستان از اشغال به و تأمین نظام اسلامی اه اه که خودشان تعریف دارن اینا هدف نیست که اونها ادعا می کنن ببینین زریر صاحب اگر اونها یه دعا را میکنند ملت افغانستان یه دعا را میکند کند اون کسی که شما را, را شما رهبر می نامیدید به نام المؤمنین محمد عمر مجاهد در قرن 21 در عصر تکنولوژی هیچ ملت افغانستان پنج سالم رئیس جمهور بود هیچ کسی را از افغانستان پیدا نمی کنیم که دو تا تصویر از این رهبرش داشته باشه هیچ کسی را ما پیدا نمی کنیم که حد اقل صدای صوتیش داشته باشه هیچ کسی را پیدا نمی کنیم که از امیر امیرالمومنین امیر المومنین خب ملا حضرت عمر فاروق بود شو می رفت در خانه ها پرسان می چی داری چی نداری امیرالمؤمنین ملت افغانستان پنج سال پنج سال بت پرستیده کسی که هیچ وجود ممکن است وجود وجود فیزیکی نداره هیچ ممکن نیست بدون ممکن ما حرف میزنیم کسی که در حداقل امروز دارن شما ببینین وقتی که در پنج سال ما دیدیش نتونستیم رئیس جمهور ما اگر این حرف من و شما در کشورهای بیرون به خارجی بگوییم که ما پنج سال شد رئیس جمهور خود ندیدیم او شاید بگوی از این که در کشور به نام وحشتستان است نه افغانستان مهم. وحشت در اینجا حکومت میکنه خب گیریم این ای بود وقتی که از این دنیا میره میبینیم امیر المومنین ملا ببینیم بی چگو چقدر نامای زیبا رفت سر از این نام که کلش سبغه اسلامی داره ملا محمد عمر مجاهد از این دنیا که میمرد میبینیم دو سال مردش در یخچالای کراچی جا به جا دو سال امه. حالا هم هر کسی که ادعا میکنه کو از بیاید حداقل یک عکس مردیشه برای ما نشان بده او خو خو پادشاه کشور ولی حداقل امروز طالبا دارن کسانی را دارن در رسشان ما دیدیم ملاهی را دارن در نشست ها اشتراک کرد نمایندگان و سرانشان بدون شک بدون شک اینا هم کسایی هستند که وسیله هستن امروز میبینیم یک طرف امارات متحده ای یارد آغوش خود میگیرد اینا فرزندان ناخلف پاکستان هستند این طرف میبینیم که به نام به استانیک زای شیر محمد استانیک زای میبره میره در آغوش پوتین میدرایه و در آغوش چندین کشورها یا زندگی میکنن پس به این خاطر ما سر یا حرف نداریم اینا وسیله هستن که شاید را آمریکا بیاره ولی من فکر میکنم که آمریکا میخواه مردم افغانستان را سرگرم با هم یک گروه مزدور بسازه مردم افغانستان سرگرم بسازه و اینها مصروف ازی موضوع صلح باشن خودش به مو اهداف اساسیش که شکستاندن ابرقدرتی که پهلوانی که در میدان مبارزه با او استاد است روسیه، او طرف چین و او طرف هندستان و ی ای طرف ای ایران، او میخواد خود به از از عینک از اینها سبب اونا را ببینه و پلان ها و برنامه های این داره آنی... بر آمریکا اخیرا روسیه کرد که تأخیر انتخابات ریاست جمهوری زیر فشار آمریکا صورت گرفته به خاطر تطبیق سناریوی خودش به نام های مثل سل حالا ما هم پیمان آمریکا هستیم نسبت به روسیه به نظرتان نمیشه چشم دوخت به آنچه امریکا این اواخر ادعا میکنه که واقعا میخواه خیلی عاجل به جنگ افغانستان پایان ببخشه ببینین 17 سال شده تقریبا 18 سال شده که ما همچه انتظاری میکشیم منطق سالم ما ما در ما و شما در در, در گهواره سیاست زندگی کردیم بسیاری ها در میزهای مدور میشینن تیوری های خود شریک میسازند اما ما و شما تجربه کردیم سیاست افغانستان را به خصوص سیاست آمریکا را جمع کشورهای همپیمانش در افغانستان ما تجربه کردیم ما میخواهیم تجربه ما را بگیم هر روز اونا کوشش میکنن خاک به چشم مردم افغانستان بزنن ما به این فکر هستیم هر کسی نام دهد فرمان دهد نان آمریکا میت امروز به افغانستان افغانستان امروز هیچ نظامی ندارد اگر داشته باشد به او کاملا در 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 در, در قبضه آمریکا است حتی ما ماش عسكر خود به یک ما نداریم چگونه ما ادعا بکنیم که آمریکا برای ما چی کاری را انجام خواهد داد بنا گفته میتونیم که آمریکا میخواهد که فقط و فقط مردم افغانستان مصروف سازه و خودش اعمال شومی را که در قبال دیگر کشورها داره انجام بده و از یک طرف دیگه ما میبینیم که دولت مردای ما چنان قدرت تشنه قدرت هستند چنان تشنه ثروت هستند که هنوز هم در فکر افغانستان نیستند حالا در فکر سرمایه گذاری بعدی خود به انتخابات بعدی هستند پس به این لحاظ مردم افغانستان هنوز زنده است هنوز ای وطن مادر مشترکشان است پیامشان ما من حیث من کسایی که در در قشر جوان در بین قشر جوان زندگی میکنیم حرف ما همی هست که آمریکا تا به امروز ملت افغانستان فریب داده اگر این همکار که افغانستان است باید موضوع افغانستان حداقل حل بسازه نگذاره به این رقم که هر روز به ما کلی گرگ نشان میده یک روز ناز میکنه که ما از این کشور میبریم یک روز دیگه هفت هزار دیگه خود بر ما روان میکنه این ناز و نزاکت که برای ما میکنه این ما این ناز فلاکت ما دیدیم ما 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 بریتانیای کبیر در اینجا بود که او زانو زده بود در کشور خیس رفت اتحاد جماهیر شوروی با 18 ایالتش پاشان شد نامش که اتحاد جماهیر شوروی بود به روسیه تبدیل شد و حالا امریکا باید بدانم ما امرش منطقی صحبت می میکنیم ما امریکا را مشناسیم که این حرفا میزنیم به امریکا پیام ما است اگر آمدی به دوستی امروز ما می بینیم که افغانستان در هر کار نامش مشروع در هر کاری که ما میبینیم خلاف اصول انسانی هست امروز حرف اول هم پس تو چگونه دوستم هستی که امروز مرا در این دو حالت قرار قرار دادی و هنوز دیگه باز ناز میکنی که ما از این کشور میبرایم به برآمدنت کاملا ما خوش هستیم تشکر بفرما خوش آمدید بفرما تشکر برمیگردم شما آقای رنج بر پاکستان چی در سیاستاش نمونه های از تغییر دیده میشه که آقای داوودزی از برگشتش از پاکستان بسیار خوشبینی نشان داد و یک سری دلایل آورد که بنابر این دلایل در گفتوهایی که با طالبان با پاکستانی ها داشتیم داشتم به این نتیجه دست یافتم که پاکستان دیگر پاکستانی گذشته نیست تغییر کرده و در پی آوردن تغییر در سیاستش در قبال ما هم هست و اون هم گوی تحت فشار آمریکا چون این هست من فکر میکنم استراتژی که پاکستان در قبال افغانستان دنبال میکنه و استراتژی همچنان پابرجا هست ولی برمیگرده به اینکه او خواسته هایی پاکستان برها از افغانستان داشته مبنی بر که آقای مشرف من قبلا هم در برنامه های گذاشته مطرح کردم برها که پاکستان ها به صورت سره و آشکارا آمدن گفتن که تا زمانی که افغانستان زمینه حضور هندوستان در افغانستان فراهم بکنه و هندوستان از طریق افغانستان منافع ملی پاکستان را صدمه وارد بکنه ما همچنان مصروف جنگ نیابتی به هندوستان خواهیم بود و این تا زمانی که این نوع ای نگاه در پاکستان حاکم باشه و تا زمانی که ای و و این خواسته ها برآورده نشه ما فکر میکنیم استراتژی اونها تغییر نمیکنه این حاضر... نوع نگاه پاکستان هاست و یا این واقعیت است که آمریکا هند از ما علیه پاکستان استفاده میکنه من فکر میکنم متاسفانه یک واقع یک است که آه. ما یک روی بسیار غلطی را در قبال پاکستان و هندوستان پیش بردیم در 17 سال گذشته چی در زمان آقای کرده و چی در زمان آقای غنی هرچند حکومت وحدت ملی در آغاز روزهای کاری خودش یک رویکرد کرد نسبتا شفافتر را در قبال پاکستان دنبال کرد آغاز کرد ولی متاسفانه در آغاز روزها با موج از اعتراضات که آغازگر او اعتراض آقای کرزی بود, بود. مواجه شد که بالاخره وادار کرد آقای رئیس جمهور غنی را که دوباره تغییر روی کرد میده در خلال سیاست های در روی کارت های خودش هرچند پاکستان را مقصر میدانند که ما گوشه چشم نشان دادیم اونها نه ولی پس از او هم من فکر میکنم یک تغییری بنیادی که نوع نگاه آقای غنی در خلال پاکستان داشتن نسبت به آقای کرزی یک مقدار انعطاف نسبت به پاکستان در قبال پاکستان بیشتر از زمان آقای کرزی هست مثلا نمونه بسیار واضحش اعمار خط مرزی که پاکستان ها اعمار کردن در خط خط فاصل میان افغانستان و پاکستان و در غیر از اون صورت یعنی موارد بسیار زیاده هست که اخیرا آقا آقای هم هند رفت بعد به با پاکستان رفت و مقام های از حکومت افغانستان هم یک پاکستان رفت یک هند یعنی یک مثلث بین افغانستان هند و پاکستان تحت نظر آمریکا گویی شکل گرفت خیر، فکر نمی کنید که افغانستان حالا در پین پی شده باشه همسو با آمریکا که کماکان در قبال هند به خواست پاکستان تن بده فکر میکنم که این دریه آخر بیشتر هندوستان اه اه یک نو در گوشه, در گوشه گیری اختیار کرده بود یا به یک نحو دیگه اگر بیان بکنم که روی کرد که حکومت افغانستان البته به تاثیر از روی کرد ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان و هندوستان دنبال کرد پاکستان در مهراق توجه این دو کشور قرار داشته و این مسئله باعث شد که هند او جایگاه استراتژیک را که در روی کرد سیاست خارجی افغانستان را یالات پتی دا داشت او جایگاه خودش را از دیست بیده و جایگاه هند را پاکستان ها احراز کردن به اگه <applause> و تنها در اواخر و دمیه سفر چهارمی آقای خلیلزاد هست که شروع سفرش از هندوستان بوده و این نشانگر از است که بالاخره حساسیت هایی را که برخی از بازیگران منطقه ای در قبال حضور آمریکا در افغانستان داره اونا هم در کردن بالاخره ولی اینجا چیزی که مهم هست من فکر میکنم تغییر بنیادی دیدگاه آمریکا در قبال پاکستان هست و همچنان دیدگاه حکومت وحدت ملی در قبال پاکستانی ها هست که او خواسته هایی را که پاکستان ها در 17 سال گذشته به یک نحوه هر از مطرح می و او خواسته ها از طریق آقای کرزه هیچ گاهی لبای گفته نشود حالا توسط آقای غنی لبای گفته می شود ما یک نوع انعطاف پذیری را میان دو کشور شاهد هستیم و این انعطاف پذیری برایندش نزدیکی پاکستان با حکومت افغانستان و همچنان با, با آمریکایی ها حداقل در زمینه مذاکرات صلح با طالبان بوده و ما نشانه های تقریبا آشکار را در این زمینه میبینیم و سفر آقای خلیلزاد به هند و به چین و از اونجا به پاکستان هم خودش نشانگر ازی است که بالاخره حداقل پاکستان در حال حاضر یک دردسر کلان در پروسه صلح افغانستان نیست و پاکستان یک نگاه تلتیفتر در قبال افغانستان و پروسه صلح را که افغانستان و به کمک ایالات متحده آمریکا شروع کرده داره و این خودش امیدوار کننده هست به یک نحوه در کوتاه مدت درست اگر شما در آغاز تاکید کردید که طالبان حالا چند دست هستند ما دیدیم که به روسیه هم رفتند ما دیدیم به ایران هم رفتند حتی این که در مشهد بنگاه داشته باشند مورد بحث است و در چنین شرایطی پاکستان ادعا میکنه که چند دیدار اخیری که آمریکا و طالبان داشتند نتیجه تلاش پاکستان بوده پاکستان وادارشان کرده ولی در چند دستگی طالبان که با چندین کشور نشست برخواست دارند هنوز اشراف بیشتر پاکستان بر طالبان داره من فکر میکنم این نفوذی پاکستان اگر به صورت مقایسه بحث بکنیم نسبت به مسکو و تهران این نفوذی قابل ملاحظه هست حتی عربستان امارات قطر بله بله یعنی اون نفوذ را که پاکستان داره من فکر میکنم در یک همسویی و در نزدیکی با کشورهای مثل امارات متحده عرب عربستان سعودی حتی میتونیم که قطر و بالاخره در نهایت ایالات متحده آمریکا هست و ببینید پاکستان یک از مهره های دروشت هست که اگر ایالات متحده آمریکا در بازی در افغانستان رو با خود نداشته باشه بازی که ایالات متحده آمریکا 17 سال قبل شروع کرد او بازی ضرب صفر میشه بنابر این من قبلا هم گفته بودم که به هر میزانی که ما هر از گاهی بالاخره بازی ها به گونه میشه که روی کارت ها طوری و میشه که میانه میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا به ترگی گراییده و روابط این دو کشور اینه در آستانه خراب شدن هست ولی ما باور به با اینه این هیچ گاهی باور نداشتیم به با اینکه رابطه پاکستان و ایالات متحده آمریکا به لحاظ محتوایی اینا به سردی گراییده باشن و واقعا آن چیزی که وانمود میشه همون چیزی باشه درست فکر در اینجا چیزی که مهم است آنچه که در حال حاضر صد واقع شده در مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان او طالبان او بخش طالبان هستند که از مسکو و تهران اینا هدایت میگیرن به نحو یعنی <applause> در, در میان می بحثتان این همسویی های ظاهری که در قبال صلح با طالبان در روی های هم آمریکایی ها و هم پیمانانشان هم رقبایشان به میان آمده مثلا این که همه میگن صلح با طالبان همه میگن که حکومت آینده افغانستان بدون طالبان ناممکن است آقای ظریف گفت مسکو گفت و آمریکا هم بارها گفت این همسوی ظاهری اصلا همسوی نیست به نظرتان و دو دستگی طالبان است که هر یک از طالبان خود حمایت میکنه دقیقاً اصلا ببین یک چیز دیگر باید مطرح که این تلاش هایی که ظاهرا برای صلح با طالبان صورت میگیره و فکر میکنم این نه تنها همسو و همجهت هست با همدیگر بلکه بعضا متضاد هست و خلاف جهت همدیگر هست یعنی به یک نحوی مذاکرات صلح تبدیل شده به یک آزمون یا یک امتحان به یک نحوی آزمون قدرت های بزرگ از جمله روسیه و آمریکا برای ای که به نمایش بگذارن نفوذشان را در, در درون گروه های تروریستی و از جمله طالبان هر یک به نحوی کوشش میکنه که امون نفوذی را که در, در درون گروه های تروریستی و از طالبان دارن به نمایش بگذارن در اینجا تبدیل به دو قطب یعنی تلاش ها در دو قطب و کاملا در دو قطب متضاد هم که هیچ گاهی نبوده و موازی با همدیگر نبوده <applause> تلاش هایی را که مسکو و تهران انجام میده به خاطر ایدیه است که همچنان او بخش از طالبانی که از اونها اطاعت امر میکنن در میدان جنگ باقی بمانند به دلیل که اونا فکر میکنن که با داشتن ای طالبا در درون خاک پاکستان در درون خاک افغانستان نیاز به این است که فردا اونا در مثلا در نقاط مرزی ایران یا همچنان در خاک کشورهای آسیای مرکزی که حیات خلوت روسیه هست اینا بیاین با مثلا پدیده دیگری که قرار است جوانه بزنه در افغانستان با او بجنگن اینا یعنی در پیوند ک... به اینکه جنگ حالا دائمی شاید نی و موقتا هم اگر پا... پایان پیدا بکنه در افغانستان در پیوند به ای به نظرتان دیدگاه موافق پیدا شده بین رقبا ولی مسئله این است که بعد از این چقدر سم خواهند داشت در قدرت سیاسی افغانستان هر کشور حالا به نام طالبا یا حکومت بله حالا خواست که ایران و روسیه دارن خواست که روسیه و ایران این است که حالا یا بخش از طالبان را که اونا نفوذ دارن در درونشان در میدان جنگ همچنان حفظ بکنن با تمیل و تجهیزشان بالاخره یک دردسر برای آمریکا ایجاد بکنن تا اینکه با خیال راحت نتونه بر رام های بعدی خودش را تطبیق بکنه <applause> یا اینکه خل، اگر واقعا پروسه صلح واقعی هست و ایالات متحده آمریکا به نحو ظاهری حالا اگر به عنوان یک فرضیه مطرح بکنیم که آمریکا در جنگ از جنگ افغانستان خسته شده و قرار بر این هست که بالاخره پروسه صلح رو اندازی شود و اینا هم راحت افغانستان رو را ترک بکنن بالاخره اونا میاین که اگر حکومتی در آینده تشکیل میشه بالاخره او بخش طالبان را که اونا در, در درونشان نفوذ دارن اینجا باید حضورشان پررنگ رنگ باشند و همچنان در حکومت آینده ای که شکل می برایند برای اند صلح با طالبان خواهد بود اونا باید بالاخره در آینه ای او صلح به صورت تیره دیده شوند و بتونن که او حرف های خودشان را به یک نحوی بی در این میان نگرانی روسیه چی است نگرانی اصلیش که مثلا میآید این تبلیغات را راه میاندازه شاید درست هم باشه که آمریکا به خاطر تطبیق سناریوی خودش به نام سال انتخابات افغانستان را به عقب برده ببینید اینجا نگرانی که روسیه و ایران داره من فکر میکنم از یک سرچشمه از یک جا سرمنشش یک چیز هست و او هم نگرانی از برنامه های آینده ایالات متحده آمریکا هست و او برنامه هم طبعا نبرها گفتیم که آنچه را که روس ها نگرانش هستند که قبلا هم زمیر کابلوف گفته بود که بالاخره حرکت های مشکوک در افغانستان دیده میشه برنامه های پنهانی آمریکا البته به کمک حکومت وحدت ملی در جریان هست که به نحوی که او برایندش بالاخره فربه شدن پدیده به نام داعش هست و سرازیر کردن اساکر داعشی که بالاخره شهروندان آسیای مرکزی هست اونا رو بل... از خاور میانه بیارن به شمال افغانستان و اونا طبعا با توجه به اینکه بلدیت کامل دارن نقاط مرزی افغانستان و با کشورهای آسیای مرکزی که حیات خلوت روسیه هست یعنی برایند صلح را اونا چیز میبینن که یعنی صد منافع ملی روسیه هست و همچنان با توجه به اینکه گهگاه میدان جنگ کشانده میشه به نقاط مرزی افغانستان و ایران خصوصا ولایت فراه و نگرانی ای که ایرانی ها هم دارن از این نقطه هست که وقتی بوسات طالبان برچیده میشه از افغانستان بالاخره وقتی پدیده ای به نام داعش میاد اینجا فربه میشه به بسیار راحتی میتونه که منافع ملی ایران را در نقاط مرزی ایران اونجا صدمه بزنه و همچنان بخش ناآرام یا بخش ناراضی مردم ایران را که بلوچ ها هستن یا سنی های ایران هستن اونا هم بالاخره تبدیل میشه به یک بستری برای سربازگیری برای دا... برای داعشی ها که بسادگی میتونن که من ملی ممکن است آمریکا که... فشار آورده باشه یا دخالت کرده باشه که به خاطر سال انتخابات به تاخیر بفته خب در شک نیست تا زمانی که آمریکایی ها اجازه ندن هیچگاه انتخابات ریاست جمهوری برگزار رو نخواهد شد حتی پس چرا آمریکا انتخابات را عقب برده که تا واقعا هر چی میشه بخش از طالبان را در نظر بگیر در اقتدار سیاسی آینده افغانستان بله من فکر میکنم حالا ایالات متحده آمریکا تلاشش برای است که طالبان را بدون هزینه جمع بکنن و اینا را سمت هم تسو اونایی که دیدگاهشان سیاسی هست بالاخره باید طالبان در حکومت آینده افغانستان باید اونا سهیم باشن یعنی در قدرت اینا سهیم باشن خواسته هایشان به یک نحوه برآورده شون تا یکی با فکر آرام بالاخره اونایی که دیدگاهشان ایدئولوژیک هستن طبعا نمی پیوندن به حکومت افغانستان ولی به هر میزانی که با اونها امتیاز داده شوند اونایی که دیدگاهشان ایدئولوژیک هستن اونایی که در بدنه جنگی هستن در بدنه عملیاتی گروه طالبان قرار دارن اون را از برنامه های پشت پرده چیزی نمیدانن ولی اگر طالبان بیاین به حکومت بپیوندن بالاخره اونا, اونا،, اونا کسایی را که به حکومت میپیونده به عنوان خائن خواه خطاب خواهند کرد بالاخره به با عنوان آمریکا خطاب خواهند کرد بالاخره اونا در بدن در میدان جنگ باقی خواهند ماند خب اینجا زمینه و بستر هموار میشه برای اینکه اینا یک با یک نیروی جنگ دیده که بالاخره خواستشان تنها خواستشان این است که در برابر کفر و الهاد بجنگند و به خاطر به نحوه این تأمین ارزش های اسلامی می‌جنگند. او زمان من فکر میکنیم که کار برای آمریکا خیلی راحت هست و به راحتی میتونن که اونا را سر راهشان بردارن و یک گروه دیگه را می، اینجا میان جاگوزین میکنن که به راحتی را جنبه عملیاتی ببخش سپاس کزارتان آقای بینا بس پیشترتان رو اول جنبندی کنیم در آخرین جملاتان فرمودید که آمریکا از اگر میری برو بلی. ما نمی, نمی ولی پیشتر از او گفتید که ما به تمام معنا متکی به امریکا هستیم چطور اول میشه سری پا استاد بعد آمریکا را گفت برو ببینین ملت افغانستان این نه تنها پیام ما بلکه پیام ملت افغانستان است ملت افغانستان این صلحی را که می خواهد این صلحی سل است که به دولت افغانستان با طالب صلح می کند. اگر فردا طالب بیاید در قدرت آیا او از ملت رای میگیره یا از دولت رای میگیره ما دوست داشتیم چین و صلح وجود داشته باشد صلح وجود داشته باشد که طالب اگر یک دشمن بی منطق نیست یک دشمن جاهل نیست میامد از مردم افغانستان پوزش میخواست داخل میشد و, و حتی انسانی که طلب مغفرت میکنه و یایی که توبه میکنه و یا بازگشت میکنه خدا هم او را ملت افغانستان او را حالا این میخواید به زور دیگرا به زور کشورهای دیگه به باز دی کشور ولی امو کسای امو ملت طالب کشه که در برابرش امو ده فیصدی که استاد بود حال هم امو ملت زنده است این طالب زور امریکا و زور روسیه و به ایران اگر بیاید باز هم او صلح صلح بنیادی و تهدابی و اساسی نخواهد بود شاید یک صلح نمایشی بوده باشه پس حرف ما در قسمت عزیز که ما در طول تاریخ ما گدایگر بودیم در طول تاریخ دست ما دست احتیاجی و نیازمندی ما به کشورهای بیرونی دراز بوده تمام سیاست های سه قرن ما را آمریکا و انگلیس تا به حال برای ما جور کرده پس به این خاطر ما بج... امروز ما, ما طرفدار از این هستیم که باید روسیه ایران چین واکنش نشان بده به خاطر از که در قلب آسیا یک اجده های آمده به خاطر بلعیدن از عزی... یعنی عزی... 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 از این آقای بینا این که آمریکا را شما میگوید برو بعد بدیل سراغ دارید که مثلا ما کمکهایی را که آمریکا میکنه کشورهای دیگری به ما بکنه و یا میگید که حضور نظامیش را بکاهه ولی کمک هایش با ما باشه جناب زریر صاحب از روزی که آمریکا آمده ما گشنتر شدیم از روزی که آمریکا آمده ما آبرو و عزت و شرف این کشور گرافش هر روز در حالت نزول است پایین آمده میره از این که اینا آمده این بواخر شعری که شکاری نبود روبا به عمری که به تلخی گذرد کوتابه شما آمده این آمریکا آمدید به خاطر دوستی امروز کشور ما سرزمین ما در دنیا حرف اول میزنه در مواد مخدر امروز کشور ما حرف اول میزند در دنیای فساد بلد. امروز کشور ما حرف اول میزند در کثافت و آلودگی هوا مم. پس وقتی که آمدن تو برای من نتیجه نته و ما را هم بدنام بسازی بگویی که 120 میلیارد دلار ما برای تو کار کردیم و سرکای قلب افغانستان پایتخت افغانستان تا به حال اسفالت نشده باشه قیرزی ولی کسانی هم هست که کسانی هم هست که شاید شما به این باور نسبتاً باشید که این آمریکا نبوده که همه تقصیر را باید به با دوشش بگذاریم و از فرصت که در اختیار مردم افغانستان گذاشته شد خود افغانستانی ها سوء استفاده کردن به ویژه کسانی که در رأس بودند تا 18 سال گذشته چند روز پیش بسیار یک جمله زیبار آمریکاییها هم گفتن ام. گفتند که ما از دشمنای افغانستان حراس نداریم ما از دارای افغانستان بیزار شده ایم آن چنان ما را فریب میتن چنان خاک به چشم ما میزنن و این پولایی را که میگیرن در جیب شخصی خودشان میره که ما آن قدر بالای دشمن افغانستان ما اعتماد و اعتبار داریم بالای ای کسایی که ای دستگاه دولت افغانستان پیش میچرخانه ما باور نداریم ده این هیچ شکی نیست اما چقدر زیبا میگد ما ایره در, در 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 هندوستان در دیوار هندوستان نوشته بودی را از یاد کردم که میشه این وقتش است میگه آتش با دو دست خیش در خرمن خیش من خود زدم کی را کنم دشمن خیش در این هیچ شکی نیست که امروز کسایی در رست قرار داره همه اینها تشنگان قدرت هستند اینها از فرهنگ ما از, از, از دین ما از روش های ما از عادت ها و ویژگی های از این مردم خبر نیستن به می خاطر است که ما را امروز رسوا در حضور 205 کشور دنیا امیا ساختین از این خاطر ما سر از اینا هیچ حساب نمی کنیم و هر کدامی که آمده به زعم خود خود این ملت به پرتگاه نابودی و به پرتگاه بحران سوق کرد. پس اگر جنبندی کنید پوشین رسوایی و راه برون رفت از این منجلاب به نظر شما چه راه برون رفت بسیار خوب سوال کرده این ای است که یک تغییر کلی در وجود خود هر فرد از این کشور بیاره چه حکومتی و چه هم چه بدون شک تا تغییر نبیارید فلسفه چیز پروردگار همین اشاره میکنه میگه ان الله لا یغیر ما به قوم حتى یغیر ما به انفسهم ای قوم ای مردم تا زمانی که خودتان در شرایط زندگیتان در وضعیت در حالتتان تغییر نبرید خداوند میگه ما با شما سر و کار ندارم این فلسفه شرق فلسفه غرب چی میگه میگه if you do not change you will not bring the change. <applause> تا زمانی که خودت تغییر نکنی تغییر آورده نمیتونی امروز از هفت ساله تا به هفتاد ساله افغانستان ای هست پیام ما که باید خود تغییر بود او انسانی که دیروز بودیم او انسان نباشیم وطن حیثیت مادر را برای ما داره قسم به خداست هر کسی که به این وطن خیانت میکند به مادر خود خیانت کرده است زیرا حتی حیوانات ما و شما میبینیم که به مادر خود خیانت و جنایت نمیکنه اما در رأس از این قدرت دولت کسانی هستند که به مادر خود رحم نمیکنند حرف ما همیست اگر امروز 44 کشور است 144 کشور ای منطقی است ما گپ میزنیم 144 کشور بیاره کشور بیاره ای کشور ما به صلح نمی رسیم ما به یک پروسه انتخابات شفاف نمی رسیم زیرا مفلس بداد بنده توانگر نمی شود ما انتظار آمریکا و روسیا را نداشته باشیم ما به یک ملت مسلمان با غیرت و با همت هستیم پای سه تا کشور ابرقدرت افغانستان تجربه کرده بریتانیای کبیر اینجا آمده اتحاد جماهیر شوروی اینجا آمده ایالات متحده آمریکا اینجا آمده ما زخم خورده ایم ولی نمرده ایم حالا هم پیام ما که باید ما ملت نه تنها دولت ملت جمع دولت تغییر بکنیم به مادر خود وفادار باشیم امانت را خیانت نکنیم مال بیت المال به شخصی خود نزنیم به فکر از این ملت باشیم من مطمئن هستم که آنو وقت است که نظر رحمت خدا هم به سوی ما میشه اونجاست که همه ما رهسپار در این کاروان خود کفایی میرفت آقا رنجبر شما جنبندی داشته باشید با این پرسش که این تحرکات حالا اگر گفتگوهای طالبا و آمریکا به بنبست خورده باشه یا هم ادامه داشته باشه حالا مسکو و تیران هر چی دیدی که نسبت به این تحرکات دارن خودشان فعالیت دارن اینا برای افغانستان چی اند واقعا فرصتند یا چالش ببینید متاسفانه در کل تحرکاتی که صورت میگیره یعنی زمانی ما میتونیم که تحرکات در زمینه صلح را به عنوان یک فرصت برای افغانستان تلقی کنیم که این تحرکات هم جهت با هم باشن ولی تا زمانی که این تحرکات خلاف جهت هم باشد ولی اگر با پاک باشه مثلا اگر برخی کشورها و مهرها و یا بازیگران و فرامندخی با نیت پاک هم بیاید در خلاف جهت یک گروه دیگر بیان برای صلح افغانستان اقدام بکنن یا یک سلسله تحرکات را انجام بدن هیچگاهی ما نمیتونیم که به سرمنزل مقصود برسیم و مو گمشده ای مردم افغانستان را که صلح هست به او دست پیدا بکنیم باور ما ایست... پس بر دولت افغانستان و دستگاه دیپ... دیپلماسی است که این امانگ بکنه بلخره تضادها را بیاره به ها من فکر می‌کنم ی استوان مردمه وانسان هم بالا هست از توان حکومت حکومت وانسان و دولت مردان وانسان هم بالا هست او برمیگرده به نوع نگاه بر قدرت ها و قدرت هژمونی که جهان که ایالات متحده آمریکا ببین با تذیر باشم که خودمون ندید تا زمانی که نوع نگاه از اونها در خلاف روخوایش تغییر نکنه ایالات متحده آمریکا ما فکر میکنم همچنان وانسان میدان جنگ نیابتی میان یعنی قدرت‌های منطقه‌ای و فراملیه‌ای خواهد بود خب برخی از مشکلات هم برمیگرده برمیگرده مشکلات درونی افغانستان که متاسفانه ما مشکلات قومی داره مشکلات طبقاتی داره مشکلات مذهبی داره حالا به نحوی آخر شروع شده انواع مشکلات داریم. مشکل اصلی افغانستان ما فکر میکنم برمیگرده به حضور ایالات متحده, متحده آمریکا در افغانستان و نیتی که اونا در قبال حضورشان در افغانستان دارن تا زمانی که اون نوع نگاه ایالات متحده آمریکا در قبال قدرت های مثل روسیه چین، هند و ایران تغییر نکنه و و از حضور آمریکا در افغانستان این قدرت های منطقه ای حراس داشته باشند همچنان افغانستان میدان جنگ خواهد بود و زمانی میتونیم که امیدوار باشیم در خلال صلح افغانستان که ایالات متحده ای آمریکا اینجا زمینه و بستر صلح در افغانستان فراهم بشه و واقعا قدرت های مثل روسیه، چین و کشورهای مثل پاکستان، هند و ایران هم به این باور برسند که رفتن ای ای آمریکا از افغانستان یعنی کدام پیامد منفی در قبال نداره و با هم از گروه های تروریستی بر علیه قدرت ها استفاده نمیشه در غیر از صورت همچنان افغانستان میدان جنگ نیابتی خواهد بود و قربانی اصلی این رویاری ها و جنگ های نیابتی هم متاسفانه مردم افغانستان ممنون شما خان رنجبر و بیناور حضور داری باش و سپاس از شما بیننده های عزیز و گرامی هم که این سرنوشت را دیدید تا درود و دیدار بعد شب و روز و کامتان خدا نگهدار